دوستان عزیزم سلام امیدوارم که حال همگی خوب و خوش باشه سالم سلامت و سر حال باشید بنده یوسف شیخه هستم از کانال یوتیوب دبیر آنلاین این بار اومدیم با 220 تا کلمه کاربردی انگلیسی که با استفاده از مترادف و متضاد میخوایم اینا رو یاد بگیریم یکی از بهترین راهها برای تقویت داره لغاتمون اینه که ما هر کلمه ای رو بلدیم مترادف و متضادهای اون رو هم یاد بگیریم اینجوری خب به هر حال شما امکانش از یک کلمه رو بلد باشید و با توجه به اون میتونید بقیه کلمات رو بهتر به خاطر بسپارید پس با من همراه باشید این 220 کلمه رو میخوایم با هم یاد بگیریم خب بریم شروع کنیم اولین کلمه کلمه above 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 یعنی بالا خب مترادف های کلمه above هم معنیاش over over up Top حالا متضادهاش کلمه below below down under همه اینا به معنای زیر هستن یه نکته قبل اینکه ادامه فیلم رو بگیم توی بحث مترادف زبان ها معتقدن که هیچ دو کلمه کاملا یکسانی وجود نداره کاملا مترادف پس خیلی وقتا ما دو تا کلمه میگیم مترادف هستن ولی کاربورت هاشون ممکنه فرق داشته باشه پس این نکته رو مد نظر داشته باشید که بعضی ها میگیم مترادف نیشون به هم نزدیکه ولی شاید موقعیت استفادهشون با هم متفاوت باشه کلمه بعدی ability ability به معنای توانایی ability یعنی چی توانایی حالا مترادفش کلمه skill به معنای مهارت رو داریم ability یعنی توانایی skill یعنی مهارت به هم نزدیکن خب حالا متضاد توانایی میشه inability in توی تلفظ آمریکایی میبینید که تی وقتی بین دو تا حرف صدادار دار باشه معمولاً د تلفظ میشه inability یعنی ناتوانی پس ability توانایی inability ناتوانی و skill به معنای مهارت هست able able یعنی توانا قادر مترادفش capable capable و able به معنای توانا حالا متضادش unable unable یا incapable incapable کلمه بعدی alive 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 به معنای زنده یا جاندار مترادفش living living خب living به معنی جاندار و alive هم گفتیم به معنی زنده حالا متضادش چیه؟ متضاد زنده میشه dead, dead. دوستان شما هم اگه کلمه هم معنی یا متضادی به ذهنتون میرسه خوشحال میشم توی قسمت ها حتما را برامون بنویسید actual actual به معنی حقیقی واقعی مترادفش میشه real real یا true true متضادهاش unreal unreal untrue untrue به معنای غیر واقعی هستن اینا خب و artificial 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 یعنی مصنوعی دوستان artificial پس یه معنای دقیقش مصنوعی هست artificial به عنوان مثال artificial intelligence یعنی هوش مصنوعی کلمه بعدی کلمه allow. allow خب allow به معنی اجازه دادن مترادفش میشه کلمه permit 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 به معنی اجازه دادن و let let اون هم به معنی اجازه دادن حالا متضادش میشه کلمه forbid forbid به معنی ممنوع کردن قدغن کردن یا کلمه prohibit prohibit اون هم به معنی ممنوع کردن و قدغن کردن هست. alone alone به معنای تنها مترادفش میشه lonely lonely حالا متضاد اینا میشه together together به معنای با هم alone lonely متضادشون together به معنای با هم amusing amusing به معنای سرگرم کننده amusing پس به معنای چی سرگرم کننده حالا مترادفش میشه entertaining entertaining پس amusing و entertaining به معنای سرگرم کننده هستن حالا متضاد این دوتا چیه؟ یه چیزی که کسل کننده باشه میشه چی؟ میشه boring boring پس amusing entertaining و متضادشون boring Old. Old به معنای قدیمی یا کهنه. Ancient. Ancient به معنای باستانی یا همون قدیمی. Ancient. متضادش میشه چی؟ New. New. یا Modern. Modern. به معنای جدید و مدرن. Old. Ancient. Answer. answer یعنی جواب دادن خب مترادفش چیه دوستان چی توی ذهنتون هست برای answer مترادف میشه reply reply حالا متضادهاش خب جواب دادن متضادش میشه پرسیدن دیگه پرسیدن میشه چی توی انگلیسی ask ask یا question question approve, approve. به معنای تایید کردن approve خب مترادف پروف تایید کردن دیگه چی داریم کنفرم کنفرم متضادش خب متضاد تایید کردن یعنی رد کردن یه چیزی رو رد کنیم چی میشه میشه ریجکت ریجکت یا ریفیوز ریفیوز پس هر دوتا اینا به معنای رد کردن هستن بد بد خب میدونید یعنی بد مترادفش میشه evil evil به معنای بد یا شر evil خب متضادش هم که متضاد بد میدونیم میشه چی good good battle battle یا battle خب battle میشه چی میشه جنگ خب مت... رادف جنگ دیگه چی داریم برای جنگ به جز battle war war و فایت هر دوتا اینا به معنای جنگ هستن وار خب حالت جنگ گسترده تایی داره فایت ولی بیشتر جنگ های دو نفره و دعوا و جنگ های کوچیک فایت متضادش میشه چی؟ متضاد جنگ خب صلح صلح تو انگلیسی چیه دوستان؟ پیس پیس beautiful beautiful به معنای زیبا خب مترادفش رو میدونیم میشه pretty pretty به معنای زیبا دوباره متضادشون متضاد زیبا یعنی زشت تو انگلیسی میشه ugly ugly begin begin به معنای شروع کردن خب دیگه چی بلدیم برای شروع کردن start start خب تموم شدن میشه چی متضادش میشه end end یا دیگه چی داریم finish finish benefit benefit به معنای سود فایده منفعت benefit خب مترادفش ما profit profit به معنای سود profit و benefit خب حالا متضادشون یعنی ضرر تو انگلیسی میشه loss loss پس profit loss بگ بگ خب میدونید یعنی بزرگ مترادفاش large large یا هیوج به معنای خیلی بزرگ رو هم داریم متضاد small small خب دیگه چی داریم little little buy buy به معنای خرید کردن خریدن مترادفش میشه purchase 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 پس همون buy به معنای خرید کردن هست و رسمی تر purchase متضاد خریدن خب فروختن میشه چی فروختن میشه سل سل دیستروی دیستروی, دیستروی به معنای نابود کردن ویران کردن دیستروی مترادفش میشه دیمالش دیمالش پس دیمالش دیستروی یعنی نابود کردن خب متضاد نابود کردن چیه دوستان میشه درست کردن ایجاد کردن که توی انگلیسی میشه چی؟ create create یا build build پس build و create یعنی ساختن destroy و demolish یعنی چی؟ نابود کردن difficult difficult یعنی سخت خب مترادفش برای سخت دیگه چی داریم؟ hard hard متضادش میشه easy easy یا simple, simple. Dirty. Dirty. dirty, به معنای کسیف dirty. باز هم تاکید می که اون تی رو به این دلیل دی می که توی تلفظ امریکن این شکلیه dirty. Filthy, filthy به معنای کسیف و چرکی از filthy. خب متضادش متضاد کسیف یعنی تمیز میشه کلین clean نیت رو هم داریم نیت نیت disappear disappear به معنای ناپدید شدن disappear ناپدید شدن خب مترادفش میشه vanish 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 disappear متضادش میشه appear appear like like خب میدونیم یعنی دوست داشتن حالا مترادفش میشه چی؟ love love که میدونی یه تفاوتی دارن این دوتا با هم love شدیدتره متضادشون میشه dislike dislike یعنی دوست نداشتن حالا متضاد love میشه hate hate یعنی متنفر بودن hate educated educated به معنای باسواد تحصیل کرده educated تحصیل کرده متعادفش میشه literate literate, literate پس میشه با سواد educated هم تحصیل کرده حالا متضادشون همین دوتا رو یه دونه آن قبل هر دوتا میارن uneducated یعنی تحصیل نکرده بی ثبات uneducated حالا برای literate ill میارن I illiterate, illiterate. به معنای بی سواد پس literate با سواد illiterate بی سواد educated با سواد یا تحصیل کرده uneducated بی سواد یا غیر تحصیل کرده enemy 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 یعنی دشمن خب دیگه برای دشمن ما یک کلمه دیگه هم داریم میشه for for خب فو ولی خب خیلی رسمی هست و قدیمی امروز خیلی کمتر از استفاده میشه فو متضادش حالا خب میدونیم متضاد دشمن دوسته که میشه فرند فرند فیمس فیمس یعنی چی دوستان؟ famous یعنی مشهور شناخته شده فیمس مترادفش میشه نون نون متضادش میشه unknown unknown یعنی ناشناخته نون یعنی شناخته شده unknown یعنی ناشناخته famous known unknown گین گین یعنی به دست آوردن کسب کردن گین خب متعادفاش گت به معنای به دست آوردن داریم گت اپتین، اپتین یعنی کسب کردن گین گت اپتین متضادش لوز لوز به معنای از دست دادن و میس، میس، اون هم به معنای از دست دادن داریم پس لوز mess با نه احساس gain get obtain glad glad یعنی خوشحال glad مترادفش میشه happy happy cheerful cheerful اون هم به معنای خوشحال هست متضادش unhappy unhappy sad sad به معنای غمگین upset upset هر سه تاشون به معنای غمگین هستن harmful harmful به معنای مضر harmful مترادفش میشه hurtful hurtful یعنی چیزی که مضر آسیب زنده هست hurtful و harmful مترزات هاشون یعنی مفید میشه useful. Useful. useful useful یا helpful helpful مفید useful و helpful به معنای مفید هستن harmful و hurtful به معنای مزهره healthy healthy به معنای سالم healthy و مترادف کلمه sound sound سان معانی دیگه ای رو هم داره ولی یکی از معانیش سالم هست سالم و تندرست هست sound sick به معنای بیمار ill ill و sick heavy 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 یعنی چی؟ یعنی سنگین heavy مترادفش ویدی ویدی باز هم به من سنگین وزن دار ویدی متضادش میشه لایت لایت به من سبک امپلایت امپلایت به من بی ادب گستاخ خب دیگه چی داریم رود رود باز هم به من بیادب و گستاخ رود متضادش میشه پلایت پلایت impolite, be adab, polite, ba adab. Inaccurate, inaccurate, inaccurate yani یعنی غیر دقیق نادرست inaccurate اشتباه خب متعادفهاش wrong wrong با سمه بنای اشتباه متضادش میشه correct correct یا accurate accurate increase 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 به معنای افزایش یافتن هست دیگه چی داریم enlarge 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 خب متضاد increase decrease decrease به معنای کاهش یافتن increase یعنی افزایش یافتن decrease یعنی کاهش یافتن intelligent 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 یعنی باهوش intelligent مترادف باهوش خب ما smart رو داریم smart و clever 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 متضاد هاشون حالا متضاد باهوش میشه stupid stupid یعنی نادون stupid sharp sharp یعنی تیز تیز یا تند sharp مترادفش میشه keen keen متضادش میشه بلانت بلانت یعنی کند تیز منظورمون اینجا تیزی که مثلا چاقو تیز هست منظور اینه شارپ بلانت یعنی کند چاقوی کند مثلا میشه بلانت Kind کایند یعنی مهربون Kind. مترادفش ما کلمه افکشنت رو داریم افکشنت به معنای مهربان حالا نامهربون سنگدل میشه چی؟ unkind unkind cruel رو هم داریم که میشه بیره unkind last 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 یعنی آخرین دوام آوردن هم معنی داره ولی ما خب اینجا منظور کلمه آخرین هست last خب مترادفش ما final رو داریم final final هم یعنی آخرین نهایی last final متضادش میشه first 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 یعنی اول اولین لاکی 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 یعنی خوششانس خوشبخت لاکی مترادفش فورچنت فورچنت به معنای خوششانس و خوشبخت لاک فورچنت متضادش میشه آن لاکی آن لاکی یا آن فورچنت آن میری یعنی ازدواج کردن مری ازدواج کردن خب مترادفش wed wed ما ویدینگ رو داریم به معنای عروسی از همین کلمه wed میاد wed متضاد ازدواج کردن خب طلاق گرفتن که تو انگلیسی چیه divorce 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 مین مین خب یکی از معانی مین خصیص هست مین که مترادفش ما کلمه ستینجی stingy پس mean stingy متضادش میشه generous 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 یعنی سخاوتمند بخشنده generous mix mix خب mix به معنای ترکیب کردن مخلوط کردن متعادفش combine combine یعنی ترکیب کردن خب متضادش separate 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 به معنای از هم جدا کردن پس mix مخلوط کردن separate به معنای از هم جدا کردن more more یعنی بیشتر مترادفش میشه further further به معنای باز هم بیشتر متضادش میشه less less همطور که اول فیلم تأکید کردم دوست ما میگیم این کلمات مترادف هم هستن ولی خیلی وقتا کاربردهاشون متفاوت الان مثلا more و further جاهایی که میشه استفاده کرد متفاوت هست necessary necessary به معنی لازم ضروری necessary متعارفش میشه essential essential پس essential به معنی لازم ضروری متضادش میشه unnecessary unnecessary به معنی غیر ضروری paradise 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 یعنی بهشت paradise مترادف بهش خب یک کلمه دیگه برای بهش داریم heaven 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 paradise خب حالا متضادش یعنی جهنم تو انگلیسی میشه hell hell جهنم یا برزخ hell particular particular به معنی ویژه به خصوص مخصوص particular مترادفش میشه special 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 و particular به معنای خاص و مخصوص هستن خب متضادشون میشه general general به معنای عمومی general power 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 یعنی قدرت power strength strength به معنای قدرت یا force force به معنای نیرو متضادش خب میشه weakness weakness یعنی ضعف weakness pleasure 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 به معنای لذت هست pleasure متعادفاش joy joy متضادش pain pain به معنای درد یا sorrow 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 هم به معنای غم هست sorrow یا grief grief اون هم به معنای غم ناراحتی precious precious precious, precious یعنی با ارزش قیمتی precious متعادفهاش valuable valuable به با ارزش متضاد با ارزش بی ارزش میشه worthless 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 به معنی بی ارزش probably 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 یعنی احتمالاً probably متادفش میشه likely likely پس likely هم یعنی احتمالا حادقت کنید دوست داشتن نیست ربطی به دوست داشتن نداره likely متضادش میشه certainly. certainly certainly یعنی قطعا probably یعنی احتمالا پس certainly یعنی قطعا proud 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 یعنی مغرور مفتخر proud مترادفش arrogant 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 یعنی خودخواه پراود بیشتر جنبه مثبت داره مثلا وقتی به یه چیزی افتخار میکنی میگی I'm proud of یعنی افتخار میکنم به اون چیز ولی arrogant کاملا جنبه منفی داره به معنای خودخواه arrogant متضادش میشه humble humble به معنای متواضع humble یعنی متواضع public 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 یعنی عمومی public متعادفش general general اون هم به معنای عمومی متضادش private private یعنی خصوصی شخصی private rapidly rapidly به معنای به سرعت با سرعت rapidly متعادفاش quickly quickly یا fast fast متضادش میشه slowly slowly یعنی به آرامی با هستگی slowly remain 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 یعنی موندن باقی موندن remain خب مترادفش برای موندن ما stay رو داریم stay stay به معنای موندن متضادش میشه leave 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 remember 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 یعنی به یاد آوردن remember یک کلمه دیگه هم برای remember یا به آوردن داریم به اسم recall 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 و remember پس به معنای به آوردن هستن خب حالا برعکسش یعنی فراموش کردن میشه چی forget forget revenge revenge revenge, revenge یعنی چی انتقام گرفتن انتقام گرفتن revenge دوستانی که اهل فیلم های پلیسی و اکشن هستن معمولا این کلمه خیلی زیاد استفاده میشه revenge خب مترادف چیه یه کلمه شبیه همین میشه avenge avenge پس ریونج و اونج هر دو تا به معنی انتقام گرفتن هستن حالا اگه انتقام نگی باید چیکار کنی ببخشی خب بخشیدن میشه چی میشه فورگیو فورگیو پس ریونج و اونج به معنی انتقام گرفتن فورگیو به معنی بخشیدن سیمیلر 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 یعنی شبیه به هم سیمیلر شبیه به هم مثل هم متعادفش سیم رو داریم که اون هم به معنای یکسان و شبیه است سیم متضادش میشه دیفرنت دیفرنت به معنای متفاوت سایلنت یعنی ساکت یا آروم سايلنت خب متعادفاش quiet quiet اون هم به معنای آروم استیل استیل یکی از معانیش آروم و ساکت هست استیل متضادش نویزی نویزی یعنی پر سر و صدا پس سایلنت کوایت ستیل متضادشون میشه چی؟ نویزی تیچر 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 یعنی معلم تیچر حالا متعادف چی داریم؟ اینستراکتور 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 باز هم به معنای آموزش دهنده مربی هست تیچر اینستراکتور حالا متضادش چی؟ البته متضاد که نمیشه گفت و این نقطه مقابلش نقطه مقابل تیچر میشه چی؟ student student یا دانش آموز pupil 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 هم به معنی شاگرد هست pupil بیشتر برای مدارس ابتدایی برای استفاده میشه pupil ولی student هم برای دانش آموز هم دانشجو میتونیم از ازش استفاده کنیم top 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 به معنی قله هست به معنی بالا هم هست حالا به معنی قله مترادف هاش میشه سامت سامت به معنای قله پیک پیک اون هم به معنای قله هست متضادش میشه ته که میشه بادم بادم واید 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 یعنی پهن عریض واید و مترادفش میشه وست 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 متضاد عریض و پهن میشه باریک باریک تو انگلیسی میشه نارو narrow narrow پس میشه چی باریک خب دوستان عزیز این قسمت هم تموم شد امیدوارم که مفید بوده باشه براتون حتما سوال نظر انتقاد پیشنهاد دارید برامون بنویسید شما هم اگر مترادف متضاد دیگه ای توی ذهنتون هست خوشحال میشم توی قسمت کامنت ها برامون بنویسید و همینطور اگه فیلم براتون مفید بود حتما فیلم رو لایک کنید با دوستاتون به اشتراک بذارید که اونها هم ببینن و دوستایی هم که کانال سابسکرایب نکردید یادتون نره که حتما این کار رو انجام بدید تا فیلم های اندر رو از دست, دست ندید